به نام آنکه او پروردگار است، زمین و آسمان از او قرار است. به نام خدا. سلام، سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر. خوش آمدیم به بخش خبری 8 صبح امروز، نهمین روز از شهریور ماه و اول هفتهتون بخیر باشه. بریم ببینیم چه خبرهایی براتون آوردم. دیروز 21مین مراسم جشن سینمای ایران برگزار شد توی سالن همایش‌های برج میلاد و کلی عکس و ویدیو هم ازش منتشر شده. برگزیدگانش جایزه دریافت کردند. حتی شهردار تهران هم از جشن خانه سینما جایزه گرفت. براتون یه سری از برترین های این جشنواره که جایزه دریافت کردن رو میخونم. بهترین نقش اول مرد نوید محمدزاده انتخاب شد برای سرخپوست و مکمل مرد هم فرهاد اصلانی برای مغزهای کوچک زنگ زده. بهترین نقش اول زن سارا بهرامی واسه دارکوب انتخاب شد و مکمل زن هم فرشته صدرعاملی واسه شبیه ماه کامل شد. بهترین جلوه های ویژه میدانی هم محسن روزبهانی برای تنگه ابوقریب و بهترین فیلم مستند، فیلم بلند مستند البته، پرویز حناچی بود برای زمستان است و فیلم کوتاه مستند هم یاسر طالبی برای دلبند. اما از ویدیوهای پربازدید این جشنواره هم، این جشن هم که برگزار شد، بخوام براتون بگم توی روزهایی که درهای فوتبال به روی فردوسی پور بسته بود به جشن خانه سینما دعوت شد و با استقبال پرشور طرفدارانش قرار گرفت. روی سن دعوت شد به خاطر اینکه جایزه نوید محمدزاده رو اهدا کنه. و یک فیلم پربازدید دیگه از این مراسم هم بخوام براتون بگم، حضور فرهاد اصلانی بود برای گرفتن جایزه مغزهای کوچک زنگ زده و تقلید و ادای مهران مدیری و اشاره به سریال هیولا. بسیار خوب. اما حالا از حاشیه هاش هم من دیدم که توی خبر منتشر شده بود، پریناز ایزدیار وقتی که میخواست جایزش رو دریافت بکنه سورپرایز شد روی سن، گویا مقارن بوده با روز تولدش و برای آهنگ تولدت مبارک رو هم پخش کردن و سورپرایزش کردن. خب بریم سراغ خبر بعدیمون. رو سری زدم به توییت و در حالی که ترامپ در صفحه توییتر خودش ادعای انفجار در سایت سمنان رو مطرح کرده، وزیر ارتباطات به صورت پیامکی از خبرنگارها دعوت کرده که امروز از ماهواره ناهیده یک بازدید کنند. حتی همطور که ملاحظه می‌فرمایید مکانش و دقیقا روزش هم که امروز هست ساعت 7:30 صبح مشخص کرده. به این شکل به این شایعه واکنش نشون داد. البته من دیدم در توییترش ویدیویی هم منتشر کرده بود دیروز. بریم سراغ خبر بعدیمون رو بشنوید. از توطئه فدراسیون جهانی جودو برای ورزش کشورمون با شایعه پراکنیش. در حالی که همه دیدند سعید مولایی جداکار کشورمون با سر بانداش شده مقابل حریف بلژیکی خودش مبارزه کرد و شکست خود، رئیس فدراسیون جهانی جودو که رابطه خوبی با رژیم صهیونیستی داره در تلاشه که این موضوع رو به اسرائیل ربط بده و وانمود بکنه که جداکار ایرانی آمدانه باخته.
تا با نماینده رژیم جعلی اسرائیل مبارزه نکنه. شایع شده که ماریوس ویزر به سعید ملایی پیشنهاد داده که بگه از ایران به من دستور دادند ببازم و در ازاش پناهندگی هر کشوری که خواست بگیره. جادوکار ایرانی تا این لحظه از پذیرش پیشنهاد عجیب و غیر اخلاقی رئیس فدراسیون جودو سر باز زده و هدف رئیس فدراسیون جودو هم تعلیق جودوی ایران و ضربه زدن به این ورزش کشورمون هست واسه خرسندی رژیم اشغالگر صهیونیستی. حالا ضمن اینکه الان هم ملایی فعلا توی آلمان هستش، به اونجا سفر کرد. اینم از این خبر. بسیار خب، بریم سراغ خبر بعدی. فیلم کارناوال خرید این دستگاه MRI بود که چند روزی بود توی فضای مجازی دست به دست شده بود و هممون دیدیم توی ممسنی این مراسم برگزار شده بود و کلی هم واکنش البته کاربرها داشتن به خاطر این شعاف و خودنمایی. حالا خبری منتشر شده که رئیس جمعیت هلال احمر توی این شهرستان برکنار شده. بله، و همین ویدیویی بود که ملاحظه کردیم و این هم آخر عاقبت جشن خرید دستگاه MRI و شعاف و خودنمایی که توی خیابون برپا شده بود. بریم سراغ خبر بعدیمون. مداحی رئیس رسانه ملی در همایش پیرغلامان در یزد که جزو پربازدیدهای امروز بوده. آکن خواهرت زینب بمیرد، نباشد بعد تو ماتم بگیرد. من جز مادهی متاسفانه نیستم، ولی هر جایی تو خدشه خوندن من جز مادهی نمیشه. البته دوست داریم که بنویسن اسم رو جز عزاداران حسین. تمام ثروت ما این اگر بشه خیلی اینجوری کردیم که خدای ما رو جز عزاداران حسین قرار بدیم. و باز هم فصل عزای تو شده یا مظلوم، دیده خونبار برای تو شده یا مظلوم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرستادن ایام سوگواری ابا عبدالله حسین، نماهنگی رو برای شما آماده کردم تحت عنوان فصل عزا. ببینیم و بنده در خبر ساعت 9 خدمت شما خواهم بود. داره کم کم تموم میشه، یه سال چشم انتظاری بود، یه چند روز دیگه مونده تموم شه بیقراری. داری اسمی کنی یا نه؟